درس های که از بحث امروز گرفتیم، فرقه رافضه یا گروه رافضیان، اول توحید انسان باید به صورت درست و حساسی مطالعه بکنه و درک بکنه. کدام درک؟ درک رسول الله صلی الله علیه وسلم، که پیامبر صلی الله علیه وسلم از اسما و صفات خداوند متعال چی برداشت داشت و کدام برداشت بر اصحاب خود یاد داد. اگر ما میخواییم که خداوند متعال، اسما و صفات خداوند متعال درست بشناسیم، راهش رفتن به طرف درک رسول الله از اسما و صفات خداوند است. چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم امی قرآن بر بشریت بیان کرد و ای توسط وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، بنان عقل هم حکم میکنه که کسی که پیامبر هست و کسی که خدا انتخابش کرده از هر کس دیگه کرده، میتونه خوب آیات درک بکنه و مفهوم درستش در زندگی خود عملی بکنه. بنان بر ما لازم هست که اسما و صفات خداوند متعال درک بکنیم و حصول یک پیامبر صلی الله علیه وسلم گذاشت عمل بکنیم، تا مرتکب اشتباهات و خطاهایی که گروه رافضه و رافضیان شدن نشویم. دوم، نسبت به تعریف و تمجید هیچ کس نباید افراط کرد. چرا عیسوی ها هم نسبت به افراطی که کردن از صراط مستقیم خارج شدن. گروپ ها هم اگر افراط میکنن نسبت به اشخاص و افراد و اماما و حتی نسبت به پیامبرا، پیامبرا جایگاه خاص خود دارن، همو جایگاهی که خداوند برشان تعیین کرده، همو جایگاه اگر ما قبول بکنیم بهترین جایگاه هست، همون موقفی را که خداوند متعال برای پیامبرا تعیین کرده اگر ما تعیینش بکنیم و قبولش بکنیم بهترین کار انجام دادیم. در غیر از او اگر نسبت به پیامبرا، نسبت به اماما، نسبت به مشایخ، نسبت به دانشمندا غلو بکنیم، از اصول دین استفاده نکردیم و از صراط مستقیم خارج شدیم، که گروه رافضه هم نسبت به اماما و نسبت به اشخاص و افراد غلو کردن. غیر از پیامبرا، سوم، هیچ کس دیگه معصوم نیست، همه جایز الخطا هستن. پنجم، تمام اصحاب باید احترام کرد، چون اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در نشر و پخش دین سهم داشتن و هم در قرآن عظیمشان خداوند بر از اینا اشاره میکنه و خداوند از اینا راضی بود. بنابراین نسبت به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، نسبت به هیچ کدامش نباید جسارت کرد و حرفای ناسزا گفت، بلکه نسبت به لغزش ها و اشتباهاتی اگر از اونا سرزده بود، بهترین موقف سکوت هست، چون خداوند متعال شنوا بینا هست و عادل هست. هر کسی مرتکب خطا و اشتباهی شد و خداوند متعال او را مؤاخذه میکنه. و اگر میخواییم واقعا وحدت به وجود بیاید، ششم، دامهای شیطان بسیار زیاد هست و اگر میخواییم که در دام شیطان نفتیم، باید از قرآن و سنت درست رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم.
سنت درست رسول الله صلی الله علیه و سلم. هفتم، حذف فرقه گرایی و عضویت و قبول کردن گروپی را و فرقه را باید عضویتش و پیرویش قبول نداشته باشه. و همه ما با یک صدا و با یک آواز بگوییم که ما مسلمان هستیم، در مذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. چرا پیامبر صلی الله نه رافیزی بود، نه خارجی بود، نه معتزله بود، نه خود اهل توحید میگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت من مسلمان هستم. ابراهیم علیه السلام میگفت من مسلمان هستم. بنان ما هم باید بگویم که ما مسلمان هستیم و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم.